בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תדע רבתדע. חודרבן אפריד. آسمان و زمین رو، بود روحانی و بود معنوی که شامعین باشه و بود مادی خاکی که زمین باشه. برشید در ابتدا، پس از همون ابتدای تولدمون ما هم یک بود روحانی داریم به نام شامعین نشما و هم یک بود خاکی مادی داریم به نام جسم گوف. پس این دنیا برای هر دو، نه فقط برای جسممون، همچنین برای نشمامون. پس بذرت هشم سعی کنیم از امکاناتی که پیش میاد، حتی از روزهای تعنید، چون امروز پوریم، تعنید استر، برای هر دو استفاده بکنیم که جسم رو یه مقدار محدود و نشاما رو یه مقدار نامحدود گسترش بدیم. همونطور که هر بچه‌ای که به مدرسه میره هم کلاس نقاشی و ورزش داره و هم کلاس درس و امتحان، همینطور هم در این دنیا هم جسم ما برای تعلیم و پرورشه و هم روح ما، که اگر به هر دو بتونیم توجه بکنیم میبینیم که چطور پیشرفتمون از هر دو جهت به دست میاد. و معمولا زنگ نقاشی و یا ورزش شاید یک سوم یا یک چهارم زنگ های درسی دیگه توی مدرسه باشه. اون شاید هفته ای یک روزه یا یک ساعت، اما درس های دیگه هر روزه. همینطور هم اون دقتی که ما باید به نشامامون به خرج بدیم خیلی بیشتر لازمه تا دقتی که به جسم، و چه بسا با محدود کردن جسم میتونیم به گسترش و پرواز نشما کمک بکنیم، به شکوفاییش، به قدوسیتش. و این چیزیه که بذرت هشم امروز در کلاس برشیتمون اسرار خلقت، مخصوصا تو بحث عمیق گن عدن، ابتدای آفرینش انسان و حوا، داریم با هم دیگه مرور میکنیم و مطمئنن که به یک سری نتایج بارز برای استفاده در زندگی روزمرمون نائل میشه. www.torahelp.com به زخوت این تعنیت جماعتی در تمام دنیا و قبول تفیله هامون، رفع گزروت، که به ذات هشم این پوریم نیز مانند پوریم های دیگه فقط شادی، موفقیت، پیروزی، قدوسیت و نزدیکی به خداوند برای ما پیش بیاره، رفع گزروت بکنه و بتونیم دست بزرگ خداوند، حتی دست قدرت پنهان خداوند رو تو زندگیمون مانند پوریم یک باره که حرف عین مانند یک پلک به هم زدن به خوبی بتونیم دست یابیم و تمام آرزوهامون، امیدهامون ثمر بخش، نتیجه بخش بتونه به قدوسیتمون به خوبی اضافه بکنه. همچین روزی و روز تعنیت استر رو، شعور رو اسپانسر سکلم اسفاد خانم امیریان بذرت هشم که برای خبرهای شادی پرینوارانه به خوبی در زندگیتون ما رو شریک بکنید و همگی بتونیم در پی
پیروزی قوم اسرائیل شریک باشیم. ببینید در ادامه بحثمون در پاراشا آخر آدم و ریشان در گن ایدن به کجا رسید؟ درسته ویکه ادنای الهیم ادها آدم وینیحو به گن ایدن لعفدال شمره. درسته خداوند گرفت آدم رو و قرارش داد اون رو در گن ایدن که کار بکنه و نگهبانی بکنه. این نظریه خداوند بود. اما میبینیم موقعی که امر و دستور حالا میخواد به آدم ابلاغ بکنه بهش چی میگه؟ ویسب ادنای الهیم الها آدم لمر میکل اتس هگان اخول تخل که دستور داد. باز مجددن مدت حدیم و مدت هرحمیم رو با هم میبینیم. ادنای الهیم که هر دو قدرت و یا دیدگاه خداوند با این موضوع موافقن. الهادم لمر که به آدم دستور دادن. میکل ات هگان از تمام درختان این باغ آخل تخل بخور نوش چونه کیفشو بکن. یعنی در واقع با اینکه نظریه خداوند اینه که وظیفه و پوزیشن و شغل آدم و ریشان تو گنده لعودا اولشمرا این که بخواد کار بکنه و نگهبانی بکنه، ولی هنوز بهش میگه همین که تو دستور من رو انجام میدی حتی با خوردن میوه های گن ایدن داری این وظیفه رو به خوبی انجام میدی، حرف شنوی، حتی با لذت، حتی با کیف، آخول تو خیل. حتی در مورد بقیه میسبوت ما میبینیم که خداوند یک جای لذت و شیرینی برای ما میگذاره. نمیگه میخوام هر جوری شده با چنگ و دندون تو میسبوت منو انجام بدی، بلکه میگه آخول تو خیل، کیفشو بکن. من این دنیا رو آفریدم که لذتشو ببری. این قضا رو پختم که تو لذت شو ببری. از این دنیا استفاده کن. لهیت انک علشم آخول تو خیل. چیزی که در گمارا میگه. در گمارا میگه یکی از حکمهایی که یا دادگاهی هایی که انسان بعد از 120 سالگی میشه اینکه موقعی که اون روز توی بازار بودی و میوه تازه به بازار اومده بود و تو این میوه رو دیدی و دلت کشید که بخوری و برخاش بگی، ولی به خاطر قیمتش یا خصتت کارو نکردی، باید بازخواست پس بدی. چرا؟ چرا از این دنیایی که من آفریدم دلت کشید لذت نبردی؟ اگر میگفتیم طرف اومده خودشو محدود کرده و تازه بعد بهش پاداش بدنگم باریکلا که دلت کشید و هنوز دست تو جیب نکردی و نخریدی، به خودت سختی دادی، گشنگی و تشنگی دادی، میگه نه، چرا از این دنیایی که من برات آفریدم لذت نبردی؟ آخول تخل داره خداوند میگه. میگه این گن، این باغ برای لذت بردنه،
اما با یه شرط، به دستور من. اون چیزیه که بهت گفتم لذت ببری لذت ببر، و اون چیزی هم که بهت گفتم لذت نبر لذت نبر. اگر ما واقعا بریم بر طبق قانون تورا، میبینیم تماما تورا داره دست و پای ما رو باز آماده برای لذت بردن از این دنیا گذاشته. عصبانی نشو، حرص و ولع نداشته باش، حسرت مورز، قتل نکن، دزدی نکن، به حق خودت قانع باش، خدای تو بپرست، ایمانتو قوی بکن، شباد لذتتو ببر، استراحتتو بکن، احترام پدر مادرتو بذار، اتحاد و وحدتتو حفظ بکن، پشت ذکر کسی لاشون هارا صحبت نکن. همش داره فرامین تورا به ما داره میگه که چطور یک دنیای زندگی آروم، بی دغدغه، لذت بخش، مقدس داشته باشیم، نه اینکه همش با نگرانی و غم و ترس باشه که الان که چی به سر میاد، الان که چی میشه. هم دلیل کسی که فکر میکنه قوانین تورا، هلاخا، یه بار که اومده اونو تو زندگی محدود بکنه که نتونه پیشرفت بکنه، متاسفانه این بدگمانیش و این بدبینیش و این دیدگاه منفیش به تورا اون رو داره از یک گنجینه‌ای و ثروت عظیمی در زندگی محروم میکنه که اون چیه؟ لذت از این دنیا خاکی، از عالم مزه. چقدر هستن افرادی که با اینکه در روز شبات بهترین درآمدها رو دارن ولی هنوز حسرت اون خانواده نسبتا متوسطی رو میخورن که شباتشون به جا، موعدشون به جا، پوریمشون به جا، اتحاد و همبستگی خانوادهشون دور میز شبات به جا، اینکه کیف شبات رو میکنن، اینکه میگن خوشا به حال شما که فکرتون راحت و میتونین شبات، کنیساتون به جا، تفیلاتون به جا. خواهد چه بخواهید، همین فرمان رو خداوند به ما هم داده، نه فقط به اونا، که ما هم میتونیم از دین و آینمون لذت ببریم، از قوانین تورا، از کشروت، از شبات کیف بکنیم. فقط مال داتیا و مذهبیا و ربایا نیست، ما هم میتونیم. یک مثالی آقای می آورد، یکی از ربانه می آورد، به طور کلی فقط میخواد بگه، نه اینکه حسب شالون به کسی بدگمان باشیم، که دو تا خانم وضع هم کرده بودن، خدا شد هر دو فرزندان سالم به دنیا آورده بودن، در اتاق ریکاوری بودن، یکی از اونها بغل پنجره بود، یکی بغل در بود، اون که بغل پنجره بود زیاد مذهبی نبود، اون که بغل در بود مذهبی بود. خلاصه صبح میشه بعد از زایمان، یه ذره سر صدا از ته راهرو میاد، با قدم ها، با فریاد ها، یه مقدار یه بار در اتاق باز میشه، واو، یه بادکنک بزرگ با یه جعبه شیرینی، با چقدر عزیزم دوست دارم، I love you فلان بسار. این شوهره، اون یکی خانمه بغل پنجره میاد تو، عزیزم فلان ماج بغل، این اون دست در نکنه، این هدیه مال تو، این بادکنک مال تو، این کارت مال تو فلان. بعد از این خلاصه وای میسن، یه رو نیم ساعت صحبت میکنن،
از همه در و دیوار، خاله، عمو، دایی. واسه میگه من باید برم، خداحافظی میکنه میره. این نرفته اون یکی شوهره میاد، شوهره اون یکی خانمه که بغل پنجره بوده، داتیه آروم، بی سر و صدا، ساکت، بدون هیچ هل هله و ول هله ای، سر و صدایی، میاد تو، شلام شلام، مشلومه، حال چطوره، خدا رو شکر، نه بادکنکی، نه چیزی، یه غذایی تو خونه از قبل خود این خانوم هم پخته بوده، توی یخچال گذاشته بوده، من زایدم، اینو گرم کنید بیارید توی کیسه میاره و میشینن. خب بالاخره کسی که تازه فارغ میشه مثل یک زن نیدا میمونه، چون خون ریزی داشته، شوهره نمیتونه بهش دست بزنه، همینجوری وای میسن، نه کسی، نه هاگی، نه بغلی، نه ماچی، وای میسن. آره بچه ها چطورن؟ بچه هم خدا شکر رفتن مدرسه، این اون راسته صحبتی میکنن، خب یادت نره اینو بکنیم فلان، اینم یه زنگی هم به این بزن، خب به امید خدا فردا میام کنه این. بعد از یه رو خیلی ساده صحبت ها میره، میره این خانم بغل پنجره شروع میکنه به گریه کردن. این خانم هم احساس میکنه که درست نیست، من با هم توی اتاقیم، داره گریه میکنه، یه حرفی بزنم نمیشناسمش ولی چیزی بگم. سر صحبت این سر رو باز میکنه، میگه میخوای پرستار صدا کنم؟ درد داری؟ چیزی آزارت میده؟ میگه نه نه همه چی اوکی. میگه دیپرس شدی؟ ناراحت شدی؟ خیلی درد کشیدی توی زایمان؟ گفت نه اتفاقا خیلی راحت بود. میگه پچه داری گریه میکنی؟ میگه راست شو بخوای موقعی که شوهرت رو دیدم شروع کردم به گریه کردن. گفت چرا؟ گفت شوهرتو که با بادکنک و با چقدر چیز و شیرینی و کیک و نمیدونم سر و صدا و عاشقتم آی لاگو بغل و ماچ و بوس و همه اینا اومد چقدر تحویلت گرفت. گفت فرق شوهر من و شوهرتو این چیه؟ گفت نه. گفت حداقل تو میدونی شوهرت الان از اینجا میره بیرون کجا میره؟ من راستش بخوای نمیدونم الان از شوهر من اینجا رفت بیرون الان کجا میره. هیچ اطمینانی بهش ندارم. این که شخص قبول بکنه دین و آیین اومده تو زندگی ما ثبات بیاره، پابرجایی بیاره، اومده که ما کیف زندگی خانوادگیمونو بکنیم، کیف زندگی پدر مادرمونو بکنیم، کیف زندگی بچه هامونو بکنیم، این که اومده به ما میگه آقا حواست به زندگی خودت باشه، به نشامات باشه، به قدوسیتت باشه، به پاکت باشه، کار به این هنر پیشه ها و فوتبالیست ها و نمیدونم سیاست مدار ها نداشته باش، حواست به زندگیت باشه. انقدر میتونی کیف زن و بچه تو بکنی، کیف شوهر تو بکنی، کیف پدر مادر تو بکنی، کیف بچه ها تو بکنی، کیف اطرافیان تو بکنی، کیف کنیسا و تورا و خدات رو بکنی. چرا الکی میخوای عشقا و شیرینی ها و لذت های مصنوعی بهت معرفی بکنن؟ اصلش اینجا گذاشته. بهم دلیل میگه اتفاقا اینجوری که به نظر میرسید کسی که اومده سر کار باید اول از مسئولیت‌هاش باش صحبت کنه. آقا کار تو اینه که هر صبح بیای این جارو اینجا، این کامپیوتر اینجا، این تلفن اینجا، این کارو باید بکنی، اینو باید بنویسی، اینو باید امضا بکنی، اینو باید زنگ بزنی. اول کارشو باید بهش بگن. خداوند اول به آدم آریشون گفت آقا کیف این گنه دینو بکن. میکل ات هگن از تمام درختای این که تو این باغه آخل تخن، این کارته، کیف این دنیا رو بکن. من میخوام معصه یادک تمام این آفرینش من مورد مصرف قرار بگیره. شما موقعی که مهمون هستی صاحبخونه ای که
قضا سفارش داده از بیرون برای مهمون. به نظر شما فرقش با اون صابخونه ای که خودش دونه دونه این قضا، این سالاد، این خورشت و پخته چیه؟ کدومشون بیشتر تعارف میکنن؟ اون که خودش پخته سر میز گذاشته یا اون که سفارش داده گفته بیارن؟ کدومشون بیشتر تعارف میکنن؟ براوو، اون که خودش پخته. چرا؟ چون میخواد شما بچشی و به به بکنی، این لذت ببره که زحمت خستگیش در بره. این همه زحمت کشیدم خدا شد، ببین چقدر مورد پسند واقع شد. حتی اگرم از بیرون هم سفارش داده باشه، ولی اینکه سالادشو یا یه حلواشو خودش پخته باشه تعارف میکنه، بیشتر اونو تعارف میکنه. اینم حلوای خونگیه، بفرمایید برای پوریم. چون میخواد معصه یا دای اعمال دستش زحمتی کشیده به نتیجه برسه، به ثمر برسه، مورد مصرف قرار بگیره. خداوند هم همینو میگه، میکل ات هگن آخل تخل. از تمام امکاناتی که من برات در دنیا پدید آوردم، ناز و نعمت، برکات، استفاده کن، نوش جونت، کیفشو بکن. نیمدی در این دنیا مثل مرتازا متارکه دنیا بکنی و نخوای از این دنیا استفاده بکنی. اتفاقا شبات رو گذاشتم، در یخچال رو باز کردم، هرچی میخوای کیف شبات تو بکن، کیف زندگی تو بکن، خانواده تو بکن. پس اگر یه نفر از ما پرسید چرا خداوند دین و آیین رو به بشریت داد، چرا؟ دقیقا همون جوابی رو بدیم که رمحل هرموش حمل و ساتو در مثیلت یشاره میده، که اصلا هدف آفرینش انسان در دنیا چی بود؟ مححق حتو لهتیو، میگه راستش بخوای خصوصیت خوب اینه که میخواد خوبی بکنه. خداوند که سورس و منبع خوبه، میخواد خوبی بکنه، ولی برای خوبی کردن یه گیرنده خوبی لازمه. بشر رو، خلقت رو آفرید که این بتونه خوبیش رو ادامه دار همچنان انجام بده. کسی که ورزشکاره احتیاج به وسیله ورزش داره، میتونه یه توپ باشه که ورزش بکنه، میتونه دوچرخه باشه، میتونه تریدمیل باشه، یه وسیله ورزش میخواد. همینطور هم خداوند که سورس خوبیه، میخواد یه گیرنده خوبی باشه که به ما خوبی بکنه. و هر چقدر ما از این دنیا لذت ببریم، لهیت انگلشم، داریم خوبی هشم رو برای خودمون بیشتر میکنیم، خوبی خداوند رو برای این دنیا بیشتر میکنیم. پس بله، آخل تخل، اولین فرمان دنیا تورا با همین شروع شد، کیف لذت زندگی و گنگن تو ببر. از این هم امکاناتی که برات پیش آوردم استفاده بکن، سوء استفاده نکن، اونها رو ابیوز نکن. این همه ما برندگان جایزه نوبل داشتیم، برندگان جایزه نوبل به چی پی بردن؟ به خلاقیت خداوند، به هنرمندی خداوند، به استادی و مهارت خداوند در این دنیا، که چه عناصری رو در این دنیا آفریده، چه انرژی هایی، چه قدرت هایی. به همین دلیل اینا فقط اکتشاف کردن، کشف کردن،
چیزایی که در دنیا خداوند قرار داده بود از خودشون چیزی نیافریدن، خلق نکردن، فقط پرده برداری کردن به تمام اسرار طبیعت، به یک اختراعاتی، ابتکاراتی، اکتشافاتی دست یافتن که باعث سازندگی این دنیا شد. چندین سال پیشم که جایزه صلحم رو که خدا بیامرز رابین گرفت، این که اتفاقا هر چقدر انسان بیشتر به اسرار این دنیا، قدرت‌های این دنیا پی ببره، همش داره چیکار میکنه؟ داره مدالی رو به خداوند بیشتر میکنه که خداوند همچین کره هم رو در دنیا آفریده که همچین نزدیکیش با زمینه یا همچین فاصلش با خورشیده، همه اینا هست، ما فقط داریم بیشتر پرده برداری میکنیم. اما کی آفریده؟ اصل امتیاز به کی میره؟ به خداوند. اما میبینیم چند درصد این برندگان جایزه نوبل خدا پرست هستن، مذهبی هستن، تا این به این تا به این سر رو، به این رمز و حکمت دنیا پی بردن که واو ببین چه خدایی داریم، چه قدرت هایی در این دنیا قرار داده. کدومشون امتیاز و برتری رو به خداوند دادن و گفتن جلال خالق کلک آبود نی بارا اله؟ این که انسان متاسفانه از دیدگاه شخصی میاد به لذت های این دنیا نگاه میکنه که چی نصیب من میشه، چی تو جیب من میره، چه لذتی من میبرم، نه این که از کی به من داره این نعمت و برکت داده میشه. بندلی خداوند گفت چی؟ ویسف دستور داد به آدماری شد کیف این دنیا رو ببر، که هر لذتی که تو داری از این دنیا میبری داری یک میسوا میکنی، امر خداوند رو داری به جا میاری. حتی در روز شبات آدم یه چرت بزنه داره میسوای نگهداری شبات، لذت شبات رو به جا میاره. غذاهای خوشتم خوشمزه میخوره، کیف شبات رو میکنه، داره میسوای شبات رو به جا میاره. و همین بود که یکی از حخامه میگفت من تا حالا هیچ یهودی ندیدم که کاملا مخلل شبات باشه، کاملا شبات رو زیر پا بگذاره، چون همینم که یه استراحتی روز شبات میکنه خودش جزء شمیرت شباته، نگهداری شباته. همین که یه گندی میخوره، همین که یه لحیمی میگه، همین که میدونه این روز روز تعطیلیه، روز استراحته و از یه سری کارها دست میکشه، این خودش نگهداری شباته. واسه همین همه ما شمر شبات هستیم، اما در درجات مختلف، یکی 20%، یکی 40%، یکی 80%. نه هیچ کسی میتونه کاملا مخلل شبات باشه، چون انقدر قوانین شبات زیاده که آدم نمیتونه همشو یه بار زیر پا بگذاره. نه هیچ کسی میتونه 100% شمر شبات باشه، چون انقدر قوانین شبات زیاده که یه نفر نمیتونه همشو نگه داره. هر کسی به یک نسبتی، به یک درجهی شمر شباته. همطور که بهداشت، نظافت رو هر کسی تا یه حدی نگه میداره، ولی خب هنوز بالاخره همه یک نظافت و بهداشتی دارن. پس همین چرت زدن ما روز شبات، گندی خوردنمون روز شبات، این یه ذره لذت و شیرینی که از شبات به دست میاد، اونم جزو فرمان نگهداری شباته.
زاخور تماشب باد شامور تماشب باد. به حدی که در گمارا میگه کل ها اخل همین به شبات، هر کسی که غذای گرم میخوره روز شبات، نطنین لو نحلا بلی مسارین، از شامعین برکات و نعمات بی حد و مرز بهش میدن. انقدر زخوت لذت شبات بالاست که آدم کیف شبات رو بکنه. دیگه چه برسه اگر کیف زندگیشو بکنه، کیف دنیا رو بکنه، کیف هفت روز هفته رو بکنه، کیف موعد پسخ، پورین، سوکوت، شابوت رو بکنه، کیف تفیلا و تفیلین و توراش رو بکنه. هر کسی که میاد و یک شیرینی لذتی همراه عبادت هشم، عبادت خداوند و حرف شنویش از خداوند میکنه، داره مزد و پاداش و درجه اون میسوار رو هزار برابر میکنه. ابدو تشم به سیمخا، کسی که از روی سیمخا و خوشحالی عبادت خداوند رو به جا میاره، نه از روی غم و اندو. برات شو بخوای در گمارا میگه این شخینا شورا الان میتوق سیمخا شل میسوا. شخینا رو میخوایم تو زندگیمون همراهمون داشته باشیم، میسوتشو با سیمخا انجام بدیم، همونجا شخینا شاروی میشه. بهترین بیمه و حمایت که میتونیم از خداوند داشته باشیم، میسوتشو با سیمخا انجام بدیم. باروخ هشم اخل تخل، از تمام این درخت ها و میوه‌ای که آفریدم لذت ببر. براخاشو بگو، شکرگزاریشو به جا بیار. پس دین و آیین اتفاقا اومده به ما حرف شنویی یاد بده که بتونیم لذتمون رو در این دنیا بیشتر بکنیم. اون که هشم کمک کنه که به اون درجه به خوبی برسیم. باروخ هشم لعالم. آمین و آمین.